مردی که پسر یا میدوزه و دوزه زیر زمین خودش مخفی نگه میداره. گلاسیا سلام. امروز میخوایم با فیلم مایکل محصول سال 2011 رو ببینیم که یکی دیگه از فیلم‌های آزاردهنده دنیا محسوب میشه و دیدنشو به هر کسی پیشنهاد نمیدم. اگرم که پیگیر اینجور فیلم‌ها هستی بریم با هم ببینیمش. حواستون به اسپویل کامل و صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم مردی به اسم مایکل رو میبینیم که کلی لوازم خریده و میاد به خونه، غذا میپزه، با استفاده از یه دکمه همه پنجره های خونه رو کاملا میبنده و میز شامو میچینه، البته برای دو نفر. حالا یه در مخفی رو باز میکنه که خیلی هم سیستم امنیتیش بالاست و از این اتاق پسری به اسم وولفگنگ میاد بیرون. وولفگنگ 10 سالشه و مایکل مدتی اونو دزدیده. با هم شام میخورن و تو نگاه اول مایکل اونقدر آدم بدی نیست، مثل پدر وولفگنگ باش برخورد میکنه و انگار خیلی هم مواظب بشه. اما روز بعد وقتی مایکل از سر کار میاد وارد همین اتاق میشه و با صداهایی که میشنویم مشخصه داره باهاش رابطه برقرار میکنه. رابطه واقعا ناراحت کننده و دردناک. کار اصل مایکل هم توی شرکت بیمه است و یه شخصیت سر به زیر، ساکت و خیلی هم متعهد به کار داره. بعضی روزا هم حتی وولفگنگ با خودش به جاهای تفریحی مثل مزرعه میبره تا با حیوانا خوش بگذرونه. وولفگنگ هم که هیچ اطلاعی از دنیای بیرون و کمک گرفتن از پلیسا نداره، تلاشی برای آزادی خودش نمیکنه. حتی وقتی از حال بد بالا میاره و چند نفر متوجهش میشن، بازم میذاره که مایکل همراهانه کنه و دوتایی برمیگردن خونه. منتها این بار که مایکل میره تو اتاق تا کارش رو انجام بده، میفهمه وولفگنگ مریض شده و خیلی تب داره. برای همین هم سریع از خونه خارج میشه، اما اولویت اولش دارو خریدن نیست، بلکه میره یه جای دور افتاده تا یه چاله بکنه. چاله‌ای که اگه یه موقع بلایی سر این پسر اومد ازش استفاده کنه. بعدم میره دارو بخره ولی یه دفعه ماشینی بهش میزنه و به شدت آسیب میبینه. مایکل رو میبرن بیمارستان و تقریبا 3 روزم بستری میشه. توی این مدت هم خیلی عادی غذاشو میخوره، زندگیشو میگذرونه و بی‌توجهه به اینکه وولفگنگ تو زیر زمین خونش حبس شده. مشخصه یه وقتا دلش برای کارهایی که میکرده تنگ میشه و برای همینم هم به محض اینکه بهتره برمیگرده خونه. خوشبختانه وولفگنگ هنوز زنده است و بیماریش هم بهتر شده. مایکل با همون پای شکسته خودش از پسر کمک میگیره و دوتای زیر زمین رو تمیز میکنن. بازم با خونسرد بودن رفتارهای عجیب مایکل آشنا میشیم. یه مرد روانی با ظاهر خیلی عادی و هیولای وحشی که درونش زندگی میکنه. بعد تمیز شدن زیر زمین با همون حال داغون و مریضی وولفگنگ مجبورش میکنه تا باز رابطه داشته باشن. روز بعدی مایکل به رستوران میره و با خواهرش ملاقات میکنه. انگار هیچ وقت دوست نداره پای خانواده‌اش به خونش باز شه و برای همین هم همیشه اونا رو تو رستوران میبینه. شبم که برمیگرده خونه یه سری لوازم میخره و پسر رو میاره بالا. دوتای دکور کریسمس خونه رو میچینن و حتی مایکل کادو هم برای وولفگنگ خریده. این وسط پسر متوجه یه اعلامیه گم شدن واسه یه گربه میشه. با دیدنش میزنه زیر گریه چون یاد خانواده خودش و اعلامیه هایی که احتمالاً براش پخش کردن میفته. بعدم میره زیر زمین و مایکل میاد دنبالش. اتفاقی چند تا نقاشی میبینه که وولفگنگ قایم کرده. نقاشی از خودش و خانواده‌اش. مرد روانی شروع میکنه به تحقیر و فحش دادن. نقاشی پسر مسخره میکنه و انقدر آزارش میده که دوباره میزنه زیر گریه. بعد این همه اتفاق هم دو تا میان تو پذیرایی و سال جدید رو با هم جشن میگیرن. حتی مایکل یه نقاشی هم از وولفگنگ هدیه میگیره که به محض برگشتنش زیر زمین اونو میسوزونه. به نقاشی هم یکم دقت میکنیم. وولفگنگ خودش رو هم اندازه مایکل کشیده و انگار همین خیلی ترسوندتش. یکم همه چیز رو مخ مایکل رفته چون جدیداً خیلی وولفگنگ ناراحته و بیشتر از همه تنهایی اذیتش میکنه. برای همین هم نقشه جدیدی میریزه. با کمک پسر یه تخت 2 نفره تو زیر زمین میسازن و بهش قول میده به زودی یه پسر دیگه هم بیاره تا تنها نباشه. شما دیگه عمق روانی بودن این طرف رو ببین. بعدم به یه پیست کارتی میره و همه پسرا رو زیر نظر میگیره. موفق میشه یکی رو گول بزنه و به بهونه یه ماشین خفن با خودش میارتش. اما این پسر شانس میاره و قبل اینکه دورشن پدرش میاد طرفش رو صداش میکنه. مایکل هم برای اینکه طبیعیش رو بگیره راهش رو ادامه میده و تظاهر میکنه که این پسر دنبالش افتاده بوده. وقتی هم که به خونه میرسه به وولفگنگ خبر میده که نتونسته دوست جدیدی براش بیاره و اونم خیلی بیشتر به هم میریزه. دوباره به زندگی روزمره مایکل میریم و این روانی خطرناک تو کارش ترفیع شغلی میگیره. خوشحالم هست و شب که خونه رو تلویزیون میبینه فکر یه کار جدید به سرش میزنه. سر میز شام میشینن و یه رفع شلوار در میاره و رو به وولفگنگ میگه اینو میخوای یا چاقو؟ پسر بدون هیچ مکسی میگه چاقو. اینجا میفهمیم چه بلایی سرش اومده که حتی یه لحظه هم برای تمام شدن زندگی دریغ نمیکنه.
مایکل هم که خورده تو ذوقش سر جاش میشینه. یکم حرف میزنن و ولفگنگ میگه اون روز توی تلویزیون در مورد شرکت‌های بیمه صحبت شده بود. تو خیلی کارت پر ریسکه و هر لحظه ممکنه همه چی تو از دست بدی. اما مایکل که تازه ترفیع گرفته اینو قبول نداره و با عصبانیت جوابشو میده. حتی دوباره شروع به تحقیرش میکنه و یه سری نامه هم براش میاره. نامه‌هایی که همیشه ولفگنگ مینوشته تا مایکل اونا رو به خانواده‌اش برسونه. اما خب به دروغ میگفته رسوندم و همشونو قایم میکرده. دوباره به دروغ هم میگه خانواده حتی اونقدر دوستت ندارن که جواب نامه هاتو بدن. اونم با گریه برمیگرده زیر زمین. چند روز گذشته و این سری وقتی مایکل از سر کار میاد اتاق ولفگنگ رو پر غذا میکنه. بعدم دماشو تنظیم میکنه و با خدافظی از خونه میره. قراره که با دو تا از همکاراش به یه سفر چند روزه برای اسکی برن. حتی همکارای مردم ازش خوششون نمیاد و به زور باهاش صحبت میکنن. این قضیه توی باری هم که میرن همینطور پیش میره و وقتی مایکل تنها میشه یهو صاحب بار میاد سمتش. گویا این زن مایکل خوشش اومد و آخر شبی با هم رابطه برقرار میکنن. این دردناکه که همچین آدم روانی چه زندگی نرمالی میتونه داشته باشه. با پایان سفر برمیگرده خونه و دوباره همه چیز شروع میشه. یه سری که ولفگنگ جلو تلویزیونه، برنامه‌ای در مورد افراد گم شده پخش میشه و مجری سعی میکنه بهشون یاد بده که چجوری از دست دزدا فرار کنن. خب مایکل هم تلویزیون رو سریع خاموش میکنه و نمیذاره بیشتر از این ببینتش، اما انگار همین یه ذره هم جرقه ای تو ذهن به سر زده. امروز داره برف هم میاد و مایکل با لوتو سواد پر برف میاد زیر زمین و میخواد همینجا با ولفگنگ بازی کنن که یهو صدایی از بالا میاد و همین که مایکل میاد پذیرایی خوشکش میزنه. یکی از همکاراش برای دیدنش اومده و اونم سری در مخفیو میبنده. انگار این همکار مایکل هم ازش خوشش میاد، ولی خب اون علاقه های دیگه ای داره. برای همینم هم با عصبانیت دختر رو میندازه بیرون. بعدم برمیگرده زیر زمین و برفایی که ریخته رو با کمک پسر تمیز میکنن. چند روز میگذره و به یه مهمونی تو اداره مایکل میریم. مایکل برای همه خوراکی میبره و سعی میکنه اینطوری تو دلشون جا باز کنه. اما خب صحبت کردن بلد نیست و واسه همینم آخر شب بدون حتی یه دوست برمیگرده به خونه. منتها اون برنامه تلویزیونی، حرفا و تحقیرهای مایکل، اتفاقات هر روز و خلاصه همه چیز باعث میشه ولفگنگ برای اولین بار کاری برای آزادیش بکنه. با شنیدن صدای مایکل یه کتری پر آب میکنه و میذاره که جوش بیاد. همین که این مرد میاد زیر زمین، آبو میریزه رو صورتش و میخواد فرار کنه. مایکل هم در حالی که همه بدنش سوخته جلوشو میگیره و در روش قفل میکنه. حالا همه صورت و بدنش داغونه و برای همین هم سوار ماشین میشه تا بره بیمارستان. خب چشماش هم سوختن و به زور بازشون نگه داشته. برای همین هم یه رفعه میزنه به گاردریل و توی تصادف وحشتناک جونش هم دست میده. آمبولانس هم سر میرسه و جنازه مایکل رو برای خاک سپاری میبرن. همچنان ولفگنگ توی خونه گیر افتاده و روز بعدی مراسم برای مایکل میگیرن. کلی از فک و فامیل هم میان و هیچی خبر نداره که این مرد چقدر روانی بوده. با پایین مراسم مادر مایکل میره که لوازم اونو از خونش بیاره. اتفاقی در مخفی رو پیدا میکنه، ولی معلوم نیست که ولفگنگ رو نجات میده یا برای حفظ آبروش چه کارهایی انجام میده. و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. سر ضبط این ویدیو من دهنم سرویس رو 4 بار ضبطش کردم. بار اول صدا نویز داشت، بار دوم یهو کامپیوتر هنگ کرد صدا پرید، بار سوم یهو دوربین وسطش خاموش شده بود و نفهمیده بودم. امیدوارم که دیگه این دفعه مشکلی پیش نیومده باشه. فیلم مایکل از اون دسته فیلماست که تا مدت‌ها تو مختون میمونه، مخصوصا اگه نسخه کاملش رو ببینید. یکی از بدترین سکانس‌هاش هم همون جایی هستش که سر میزن اون حرکت عجیبو انجام میده. و فکر به این که این پسر یعنی ولفگنگ مجبور شده چه چیزهایی رو پشت سر بذاره، چقدر تنها بوده، چقدر درد و عذاب کشیده، واقعا مو به تن آدم سیخ میکنه. امید هممون هم توی فیلم به آخرش که شاید نجات پیدا کنه و یه سری ها میگن که همین اتفاق هم میفته و یه سری ها میگن نه، چون هیچ جایی ننوشته که اون مادر میاد و ولفگنگ رو نجات میده. ممکنه برای حفظ صابر یا خانوادگیشون هزار تا بلای دیگه سرش بیاره. فیلم مایکل از آدمایی صحبت میکنه که امیدوارم هر چی زودتر رو زمینمون محو بشن. آدمایی که امنیت رو برای خیلی از بین بردن و تا حسن هم همین وضع ادامه داره. یکی از چیزهای جالبم توی فیلم همون نقاشی‌های ولفگنگ، نقاشی‌هایی که هر کدوم یه حرفی توشون هست، از جمله همون جایی که خودش و مایکل رو یه اندازه کشیده بود و خیلی هم رفت مخ مایکل. مایکل وحشت زده شد به خاطر اینکه به فکرش افتاد شاید یه روز ولفگنگ بزرگ بشه و تو روش وایسه. اون موقع دیگه نمیتونه هیچ کاری انجام بده و همین خیلی ترسوندش. برای همینم نقاشی رو آتیش زد. بازم میگم این قسمتش خیلی دردناکه. فکر کنید این بچه امید داشته، سالها برای خانواده‌اش نامه مینوشته و مایکل همه رو نگه میداشته و الکی بهش میگفت که رسونده به اونا و باز ولفگنگ بیشتر ناراحت میشده که چرا خانواده‌اش بهش جواب ندادن.
خلاصه که یکی از بدترین روانی های سینما به نظر همین مایکله و میشه تا مدت ها در مورد شخصیتش حرف زد. شخصیتی که خیلی ظاهرش رو نگه میداره، همه فکر میکنن یه آدم خیلی جنتلمن، خیلی شرافتمنده و ما میدونیم که چه چیزهایی پشت اون چهره سادش میگذره. امیدوارم خوشتون اومده باشه. من زیاد نمیخوام در موردش صحبت بکنم. لایک، کامنت، ساب یارتون نره. دوستتون دارم. روزتونم گیلسی.